بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن إخوتي يا من حفظتم نص دستور السماء رتلوه واحفظوه تسعدوا يا أوفياء رتلوه في قيام الليل دوما بالصفا واجعلوه ديدن القلب ومفتاح الوفاءِ بالقران نحيا بالقران نحيا بالقران نحيا بالقران نحيا, بالقرآن نحيا, بالقرآن نحيا بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد و على محمد كما صليت على ابراهيم و على ابراهيم انك و مجید و بارک على محمد و على آل محمد كما بارکت على ابراهيم و على وعلى آل ابراهيم انك و مجید سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما قرآن دوستان عزیز و امیدوارم هر کجا که هستید توفیقات روز افسون الله متعال قرین راهتان باد و هر لحظه بهتر و زیباتر از لحظه های گذشته در عبادت و بندگی الله متعال سپری بشه الله رو بینه حد سپاس از اینکه یک بار دیگر این توفیق رو نصیب راه بنده و همکاران بنده و جمع ما و شما قرار داد تا در برنامه دیگر از برنامه های حفظ قرآن گرده هم بیاییم برای تدبر و تعمل بیشتر در آیات کلام پاکش و سعی فراگیرتر در راه حفظ آیات جدید از آیات قرآن کریم در برنامه امروز هم در امتداد مسیر حفظ قرآن کریم از آغاز تا به سوره مبارکه نحل در تکمیل آیات سوره مبارکه نحل از آیه 41 و به بعد در خدمت شما عزیزان و سروران خواهیم بود و درس پیش رو آیاتی رو از سوره مبارکه نحل به همراه شما عزیزان مرور خواهیم کرد و ترجمه معانی او رو با هم خواهیم داشت و انشالله در فاصله بین این برنامه تا برنامه آتی و آینده سعی خواهیم کرد انشالله تا این آیات را به خاطر بسپاریم و حفظ بکنیم میان برنامه کوتا میبینیم برمیگردیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود با آیات چلی به بعد از سوره مبارکه نحل نور في الظلمات انسی فی خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي ای مؤمنان خود و خانواده خود را از آتشی که هیزمش مردم و سنگ ها هستند حفظ کنید فرشتگان خشن و سخت گیر و زورمندی بر آن گماشته شده اند که از آنچه الله به آنان دستور داده سرپیچی نمی کنند و هرچه فرمان می به اجرا در میآورند. آورند نور فی الظلماتی انسی فی خلواتی یا سعدی و هنائی القرآن حیات بالقران نحيا بالقران إخوتي يا من حفظتم نص دستور السماء رتلوه واحفظوه تسعدوا يا أوفياء رتلوه في قيام بالصفا واجعلوه ديدن القلب ومفتاح الوفا بالقران نحيا بالقران نحيا بالقران نحيا بالقران نحيا بالقران نحيا بعد صار مجدات خدمتها من شمال خبانهم صار مران سوره مبارکه نه در ادامه آیات این سوره عظیم که از سوره های مکرمه است یعنی سوره هایی که در مکه نازل شده و به نام سوره های مکی معروفند سوره مبارکه نه از این سوره هاست و غالب محتوای سوره های مکی پیرامون مسائل اعتقادی است بحث توحید بسیار پررنگ است در سوره های مکی و در تمامی سوره های قرآن کریم خصوصا باز در سورهای مکی که در مکه مکرمه نازل شده و میدونیم که در مکه مکرمه در 13 سال اول رسالت رسول صلی الله علیه و سلم بیشترین تاکید و بیشترین تلاش آن حضرت علیه صلی و برای اصلاح اعتقاد و باور مسلمانان بود و کسانی که تازه ایمان می آوردن بحث توحید ماد و نبوت از مهمترین است و مباحثی که در سورهای مکیم به چشم می در سوره مارکه نه در ادامه آیاتی که به همراه شما عزیزان مرور کردیم در برنامه های گذشته تا آیه چهلوم از آیه چهلی به بعد این گونه میخوانیم که الله مطال میفرماید دعود بالله من الشیطان الرجیم والذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلمون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ انهم في الدنيا حسنه ولا اجر الاخره اكبر لو كانوا يعلمون ما هِجْرَاتْ هجرت در راه الله ما كثاني که هجرت راه الله في الله براي الله من بعد ما ظلمو بعد از آن که مورد ظلم قرار گرفتن لنبوه انهم فی الدنیا حسنا لنبوه انهم سه تا تاکید داره این کلام لام لام در ابتدا و نون مشدد قبل از هم این هم تاکید هست لنو انهم یعنی حتما قطعا یقینا من الله تعالی آنها را سکنا میدهم دهم انهم یعنی لنو سکنن شبیه این محتواز من با آنها منزل و معوا و پناهگاه و جای زندگی میدهم دهم به دنیا در دنیا حسنتن یک منزلگاه و جایگاه بسیار نیکوی والا اجر اکبر این مال حکایت دنیای آنهاست و حکایت آخرت والا اجر الاخرت پاداش آخرت اکبر و بسیار بالاتر و بزرگتر است از آنچه که در دنیا به مهاجر می رسد لو کانو یعلمون اگر میدانستن لوکانو یعلمون کانه و مشتقاتش وقتی که بر فعل مزاره داخل میشه معنی ماضی استمراری میگیره لوکانو یعلمون یعنی اگر آنها میدانستند که اگر غیر مهاجرین میدانستند که چه اجر و پاداشی برای مهاجرین در راه الله متعال و مهاجرین در راه رضایت و الله متعال وجود داره اونها هم ساکت نمی نشستن و اونها هم نمی ماندن در دیار کفر و شرک و برای عبادت الله متعال هجرت می کردن هجرت در راه الله متعال یک امر بسیار مهم است ما ما دیدیم و شنیدیم و تاریخ ما تاریخ شمسی و یا قمری که الان امت اسلامی معیار هست برای تاریخشون و اصل هست تاریخ هجری است از زمان هجرت رسول الله صلی الله علیه و سلم از مکه مکرمه به مدینه منوره 1438 سال قمری و 1395 سال خورشیدی به اتمام رسیده ما سال 96 رو تازه آغاز کردیم و این خود تاریخ من هجرت هست و ما هجرت رسول صلی الله علیه و سلم رو برای دین خود و تاریخ امت خود برگزیدیم چون قضیه بسیار مهمی بود و تولد رسول صلی الله علیه و سلم یا وفات ایشون رو معیار قرار ندادند امت برای آغاز تاریخ اسلام بلکه حکایت هجرت مبدع قرار گرفته برای تاریخ اسلام چرا که هجرت بسیار مهمه انسان بعد از توحید و بعد از ایمان به و اقرار به وحدانیت الله متعال در راه امتصال اوامرش و اجتناب و پیروی از آنچه که نهی کرده احیانا در بعضی از مناطق بشار مشکله نمیتونه که براحتی عبادت خودش رو انجام بده و یا به راحتی بتونه که اون بنده ای باشه که الله متعال ازش انتظار داره همینه که امره به هجرت صادر میشه برای کسانی که نمیتونن به راحتی در سرزمینی عبادت بکنن الله مطال هجرت میکنن به جایی که میتونن به جایی که وضعیتش بهتر باشه از اون جایی که هستن نه که برن در دیاری از کفر و شرک که اونجا بدتر وضعیتش به بهانه این که من میخوام دینمو نجات بدم هدف از هجرت باید فلاح باشه و هجرو فی در اون سرزمینی که من بعد در جایی که انسان نمیتونه به خاطر الله متعال و در کسب رضایت الله متعال در راه اتباع از دستورات الله متعال آزاد باشه باید هجرت بکن این هجرت به خاطر الله باید باشه به خاطر اتباع دستورات الله متعال باشه نه که از کشور مسلمانی کسی بلند میشه میره اروپا و آمریکا من هجرت کردم برای چی هجرت کردی شما برای الله تعالی یا به خاطر مال دنیا یا به خاطر اینکه اونجا آزاد باشی یا به خاطر که فکر میکنه اونجا کسی مانع نیست خواهری هست خانمی احساس میکنه اونجا آزاده دیگه هر جوری که بخواد زندگی میکن آقای دوست داره که آزاد باشه در کشورهای اسلامی قوانینی وجود داره که به دیدشون دست پاگیره میره در اونجا زندگی میکنه این هجرت نیست این دقیقا خلاف این حکم الله تعالی است هجرت برای کسی است که میره در منطقه ای کن منطقه بهتر بتون عبادت بکنه و شرایط برای عبادت و بندگی و مسلمان بودن و مؤمن بودن فراهمه نه به جایی که انسان نمیتونه دینش رو نگه داره نه به جایی که رو سری به زور از سر انسان برمیدارن نه به جایی که اجازه نمیدن که انسان اختیار فرزندان خودش رو داشته باشه به هر جوری که بخواد اونها رو تربیت بکنه این هجرت نیست اون یک سفری است به خاطر اغراض دنیوی و مال دنیا اما کسی که به خاطر دینش و اعتقاد و باورش هجرت میکن الله متعال میفهمد در دنیا من برای این آدم منزلگاهی فراهم میکنم کسی که نیتش به خاطر الله تعالی است فمن هجرته فمن کانت هجرته الى الله و رسوله فهجرته الى الله و رسول که در صحیح بخاری امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کرده این همین حدیث است انما الاعمال بالنیات و انما لكل امرئ ما هر نیتی هر عملی با نیتش سنجیده میشه و برای هر فردی به مقدار نیتش اجر پاداش میرسه کسی به خاطر الله و رسولش هجرت بکنه هجرتش به خاطر الله و رسول است کسی به خاطر مال هجرت بکنه که ما رو به دست بیاره به خاطر اون مال است کسی به خاطر خانم هجرت بکنه که اون خانم رو ازدواج بکنه و به دست بیاره هجرتش به خاطر اون خانم است این محتوای اولین حدیث است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن و در کتاب صحیح بخاری ذکر شده به عنوان اولین حدیث در شرح این هجرت ما سوره مبارکه نسا هم بعض پوزش در آیه سعد داشتیم آیه رو داریم و من یه فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما من کسی را کسی که در آیه الله مطال هجرت میکنه به خاطر الله مطال هجرت میکنه در, در زمین های مختلف الله مطال میفهمد من برای او منزلگاه مناسبی رو پیدا میکنم و میا به اون شخص و اونجا سعت و لطف الله متعال رو درک میکنم هجرت برای الله متعال است به سمتی که اونجا رضای الله متعال است و به نیت عبادت اما هجرت کار هم نیست هجرت یعنی ترک دیار و خانه و خانواده هجرت یعنی پا گذاشتن در یک مسیری که سختی ها و مشکلات داره هجرت به این خاطر ارزشمند که انسان دل میکنه جدا شدن از خانه و خانواده و شهر و دیاری که انسان در اون به دنیا آمده و زندگی کرده و خاطرات فراوان داره و اون تعلق و وابستگی داره و دور شدن از دوستان و آشنایان رفتن به مکانی که در اون مکان چه بسا که زبان اون قوم جدید و اون فرهنگ جدید رو نمیدونه انسان و آشنا نیست با فرهنگ و آداب رسومشون و یک سرزمین جدید یک فضای جدید یک زندگی جدید کار آسونه نیست به همین خاطر هجرت بسیار اجر و پاداش داره ولا اجر الاخره اکبر اجر و پاداش و آخرت بسیار بزرگتر است لو کانوا یعلمون اگر اون کسانی که هجرت نکرده ان میدانستن انسان وقتی به خاطر الله متعال هجرت بکنه باید صبر داشته باشه باید توکل داشته باشه به همین خاطر الله متعال وقتی که بشارت میده به مهاجرین خالص و صادق در راه الله متعال که در دنیا برای اونها الله متعال حتما یک منزلگاه مناسبی رو انتخاب خواهد کرد و پیدا میکنه و قرار میده و, و پاداش و آخرت برای اونها بسیار بهتر و زیباتر خواهد بود دو صفت ذکر میکنه انسان اگر بخواد مهاجر باشه در راه الله متعال باید این دو صفت رو در وجود خودش بیاره قبل از هجرت این دو صفت رو باید با خودش حساب بکنه و روی این دو صفت بعد کار بکنه و در مسیر هجرت و بعد از هجرت در سرزمینی که مستقل میشه سرزمین جدید این دو صفت رو بسیار باید بهش دقت بکنه این دو صفت چی این دو صفتی که مهاجر میسازه این دو صفتی که انسان در هجرت بهش خیلی نیاز داره این دو صفت در آی بعد ذکر میشه الذین صبروا علی ربهم يتوكلون در رای الله تعالی کسانی هستند که الذین همون کسانی که صبر رو صبر میکنن و علی ربهم صبر کردن صابرن و علی ربهم یتوکلون و پروردگار خودشون و به پروردگارشون ربشون خالق خودشون توکل میکنن صبر و توکل صبر مقدمه توکله الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون توکل بدون صبر امکان پذیر نیست توکل یعنی من اختیار زندگی خودم رو میسپرم به الله متعال توکل در چی و علی ربهم یتوکلون توکل میکنم به پروردگار در چی توکل در رزق و روزی توکل در زندگی توکل در آین... بر آینده توکل بر فرزندان و خانواده توکل بر علم و توکل بر سلامتی و صحت و توکل بر هر آن نعمتی که الله متعال به انسان میبخش انسان توکل میکنه نمیترسه از اونچه که خطرات احتمالی گفته میشه در مسیر را توکل به الله تعالی یعنی انسان خودش رو میسپاره به الله تعالی توکل توانا الله و الله فلیتوکل المتوکلون و الله فلیتوکل المؤمنون و علی الله فتوکلو ان کنتم مؤمنین اینها تعابیر مختلفی است و نمونه های فراوان دیگری هم داریم که انسان وقتی به الله متعال توکل میکنه به مانند موسی علیه و السلام وقتی که دشمن از یک طرف و دریا از یک طرف انسان رو محاصره میکنند و انسان احساس میکنه که داره از بین میره اون موقع در این بنبست راه آسمان باز است در هر بنبستی راه آسمان باز است پس پرواز کردن را بیاموز این پرواز کردن همون توکل به الله تعالی است دریا شق میشه و موسی علیه السلام و قومش خارج میشن و فرعون هلاک میشه انسان در قهر چا وقتی که میفته یوسف علیه السلام رو بیاد میاره و توکل میکنه و در زندان هم اگر بیفته باز یوسف علیه السلام رو بیاد میاره و توکل میکنه تا سرانجام این توکل بعد از صبر و صبر بر این مشکلات و مصیبت ها نتیجه شیرین پیروزی رو داره انسان وقتی که در مشکلات و مصیبت ها گیر میکنه باید توکل بکنه و توکل بدون صبر امکان پذیر نیست صبر در دین به مانند سر، صبر در دین به مانند سر برای بدنه در هر عبادت نگاه بکنیم صبر خودش رو نشون میده در هر صفت اخلاقی نگاه بکنیم در مکار اخلاقی صبر پشتش نهفته است برای نماز باید صبر داشت استقامت بر نماز صبر بر نماز صبر بر سختی های عبادت ها ما انواع مختلفی از صبر داریم صبر بر عبادت عبادت نماز روزه حج جهاد هر عبادتی که صبر کنیم باید صبر داشت نماز خواندن نیاز به تحمل داره صبر این تحمل یعنی استقامت یعنی مقاومت نماز خواندن نیاز به صبر داره بعد مقاومت کرد بر خستگی بر خواب بر سرما و گرما بر استراحت بر ترک لذت ها برای پای بر به نماز روز همینطور نماد صبر بر گرسنگی بر تشنگی بر عبادت ها جهاد حج همش صبر در اخلاق هم اگر انسان میخواد متواضع باشه باید صبور باشه باید صبر بکنه تحمل کنه اون از درون داره تحریکش میکنه نفس که تکبر بکنه اگر انسان میخواد که انسان بخشنده ای باشه و بخیل نباشه و صبر بکنه در برابر حب مال حب جا و ببخشه اگر انسان میخواد بخشنده باشه و دیگران رو معاف بکنه و از بقیه انتقام نگیره و صبر بکنه بر تحرکات نفس خودش بر خواسته‌های نفس خودش صبر سر برای بدن در عبادت ها در استقامت در زندگی برای ایمان سر چقدر مهمه برای بدن همینقدر صبر برای ایمان مهمه صبر برای عبادت صبر بر انجام معصیت در برابر معصیت ها با صبر کرد و استقامت کرد انسان وقتی که تشویق میشه وقتی که تحریک میشه برای یه گناهی باید جلوش مقاومت بکنه استقامت ایستادگی بکنه نوع دوم صبر صبر بر عبادت ها صبر بر معصیت و صبر بر مصیبت نوع سوم صبر انسان را علی متان مبتلا میکنه با آنچه که در آیه 155 سوره مبارکه بقره فرمود به شیء من الخوف والجو و نقص من الاموال والانفس والثمرات با ترس با گرسنگی با چیزی از نقص در انبال و سلامتی و تندرستی و ثمرات زندگی اینها نمونه های از این آزمایشان فوت عزیزان از دست رفتن مال مریض شدن و بیماری ها نیاز به صبر داره انسان با صبر به توکل میرسه توکل بدون صبر امکان پذیر نیست الَّذین و صبروا علی ربهم رب یتوکلون با صبر با توکل کرد یعنی اینکه وقتی توکل میکنیم به الله متعال با صبور باشیم تا نتیجه این توکل خودمون رو ببینیم و این رو درک بکنیم و بهترین نمونه برای ما در مسیر توکل و صبر و هجرت در راه الله متعال انبیاء الهی هستند که زندگیشون رو فدا کردن و هجرت کردن و استقامت کردن و صبر کردن و بهترین نمونه های توکل بودن و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الله متعال بعد از اینکه به ما از صبر و توکل میگه نمونه های رو بیان میکنه وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم ومن من الله بعزمه نفل استدام قبل استوی پیام برم. مگر انسان های مردانی رو که بحث می کردم من الله به من الله بعزمت به اونها بحث قبل از رسول الله صلی الله عليه و سلم ان آمدن که بونها وهم شد پس اهل ذکری، این کنتم لا تعلمون پس بپرسید از اهل ذکر دانش های آسمانی اگر نمیدانید این کنتم لا تعلمون اگر شما نمیدانستید در معنای اول این آیه پس ال اهل الذکر این کنتم لا تعلمون در سیاق و سباق این آیه مراد کسانی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم را انکار میکردن که تو پیامبر نیستی الله متعال فرمود قبل از این پیامبر هم پیامبران دیگری آمدن و اولین پیامبر نیست و انسانهای آمدن مردانی که به اونها وحی شده بود و اون وحی که الله متعال ربادت عبادت بکنن و غیر الله متعال رو نپرستند. اگر شما نمیدانید که انبیایی اومدن و محمد صلی الله علیه و سلم اولین پیامبری نیست و ما کنتو بدعم من الرسل اولین پیامبری نیست که اومده شما بپرسید اگر خودتون نمیدونید کسانی هستند از اهل کتاب کنها اعتراف دارن که انبیای آمدن و این چیز پدیده نوظهوری نیست از اونها بپرسید اگر شما نمیدونید اما در معنای کلی این آیه فسألو اهل ذکر این کنتم لا تعلمون ما یک قاعده داریم در قرآن کریم کل تو به عموم لفظی لا به خصوص سبب برخی از آیات کلام الله مجید یک شأن نزول و یا شأن ورودی دارن به خاطر یک حکایتی آیه میاد و یک قاعده میگذاره تا پاسخی برای اون حکایت باشه و یک قاعده کلی باشه برای تمام دوره ها و زمان ها و اهل ذکر این کنتم لا این یک قاعده است یک قانونه برای هر کسی که نمیدونه برای هر کسی که آگاهی نداره راه درمانش اینه و اهل ذکری از کسانی که میدونن بپرسید اگر شما نمیدانید ندانستن عیب نیست نپرسیدن عیبه این که انسان چیزی رو نمیدونه نمیدونه فرصت نکردی یاد بگیره شرایط زندگی اجازه نداده مشکلات بوده جنگ بوده سختی ها بوده مصیبت ها بوده شرایط سخت زندگی بوده کسی نبوده که انسان یاد بگیره اما الان وقتی که فراهم میشه برای شرایط دیگه باید یاد بگیره اولین کلمه‌ای که در قرآن کریم بر رسول صلی الله علیه و سلم نازل شد اولین آیه‌ای که از قرآن کریم در غار حرا نازل شد اقرا بخوان اولین کلمه این امت امت اسلام امت یادگیری است امت علم امت اقرا هست یعنی بخوانید یاد بگیرید اگر کسی عزیزی فرصت پیدا نکرده از کسانی که اهل ذکرند شایستگی سوال دارند متخصص در یک فنی هستن از هر علمی وقتی کسی میخواد سوال بکنه باید بره به سراغ متخصصش و اون استاد فنش و از او بپرس در هر گوشه ای از جوانه به زندگی در دین باید پیش اهل علم رفت پیش متخصصین علوم دینی رفت از اونها پرسید فسالو اهل ذکر این کنتم لا پس بپرسید از کسانی که اهل علمن از کسانی که اهلیت ذکر رو دارن کتابهای آسمانی کتابهای علمی رو بلد هستند و دینی رو و اهل علم و دانش هستند از آنها بپرسید از آگاهان اگر شما نمیدانید بالبینات و زبور و انزلنا الیك الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم يتفکرون بالبینات و زبور ادامه آیه قبلی است آیه اول آیه چهل و سوم و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم بالبینات و زبور این تکمله اون بخش آیه است و فسألو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون که در بین این دو بخش ذکر شد در عربی ما بشه میگیم جمله معترضه به خاطر اهمیت موضوع در بین ذکر شد و ادامش این گونه است که و ما ارسلنا من قبل که گویی که اصل تبیر این گونه بوده و ما ارسل نمین قبل که این نوحی الهیم بخش اول آیه چل سوم و من, من الله با عزیز من نفرستادم قبل استوی پیام بر من مردانی رو با که به اونها وحی می شد بالبینت و زبور من فرستادم اونها رو که به اونها وحی می شد و معجزاتی هم فرستادم به همراه اونها و اونها رو فرستادم با معجزات و زبور زبور جمع زبور هست به معنای کتاب زبور یعنی کتاب زبور یعنی کتابها. ها بالبینات و زبور اون پیامبران آمدن با معجزاتی و کتاب و انزلنا الیک الذکر با من الله بعضمت فرستادم به سوی تو پیامبر من الذکر قرآن کریم رو یکی از نام های قرآن کریم ذکر هست پند میده یادآوری میکنه لتبین للناس ما نزل الیهم تا ای پیان برای من شما بیان بکنید یا تو تا بیان بکنی شرح بدی لناس برای مردم ما آنچرا که نزله هم نازل گشته به سوی اونها ولعلهم یتفکرون و تا باشد که آنها تفکر کنند و بیندیشند در این کتاب در این آیه آیه 44 سوری مارکه نه الله متعال حکمت نزول قرآن به حکمت رسالت رسول صلی الله علیه و سلم یعنی حکمت کتاب و سنت رو برای ما بیان میکن و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم قرآن رو علی متان میفهمد پیامبر من با برات فرستادم تا شما ای برای من شارح قرآن معلم قرآن مفسر قرآن و بیان کننده قرآن باشی برای مردم آنچه که برای اونها نازل شده که قرآن هست و لعله هم یتفکرون تا سرانجام این کتاب رو با شرح شما و تفسیر شما اونها بیاندیشن و تفکر بکنن و به حقایقی که در این کتاب هست ایمان بیارن و پیرو این کتاب بشن در این آیه الله متعال سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم رو رسول الله صلی الله علیه و سلم رو معلم و شارح یا همون شرح دهنده قرآن بیان میکنه برای ما از این آیه ما به خوبی میفهمیم که برای فهم قرآن نیاز به سنت صحیح رسول صلی الله علیه و سلم ده. ما وقتی میگیم سنت صحیح به این معنا نیست که نوزو چیزی از رسول صلی الله علیه و سلم صحیح هست چیزیش نصحیح نه و ما یانطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی هر چه بر زبان نازنین رسول صلی الله علیه و سلم مطرح شده وحی است چرا که فرمود الله متعال او از پیش خود نطق نمیگوید سخن نمیگه مگر اینکه بر او وحی شده باشه کلام رسول صلی الله علیه و سلم قول وحی است به همین خاطر واجب لطاعت است ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا هر آنچه که به شما امن میکنه بگیرید و که شما رو من میکنه از خود رو باز دارید و من یاد که رسول فقط تو الله در آیه هشتای نسال نیسا علیه مطال هر کسی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم به تاعت بکنی گویی که از الله مطال اطاعت کرده چرا که وحی است اما ما وقتی که میگیم سنت صحیح یعنی سنت گفتار رسول صلی الله علیه و سلم هست هم گفتار ایشون هم رفتار ایشون هم شکل ظاهری و لباس و شکل ظاهری ایشون و هم گفتار و رفتار و شکل ظاهری اطرافیان رسول صلی الله علیه و سلم که صحابه و اهل بیتشون هستن وقتی که با مخالفت رسول صلی الله علیه و سلم روبرو نشده باشن به منزله تایید است وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم صحبتی یا فعلی یا شکلی اطراف خود دیده اند و اعتراض نکردن و رد نکردن یعنی که قابل قبوله و مورد تایید این بخش چهارم سنت است به اسم تقریر سنت وقتی ما صحبت می کنیم سخن رسول صلی الله علیه وسلم فعل ایشون و شکل ظاهری و شمایل ایشون و اطرافی ها. سنت این چهار بخش رو در بر میگیره و وقتی میگم سنت صحیح یعنی اینکه آنچه که ثابت بشه که مال رسول صلی الله علیه و است اینجا صحیح به معنای ثبوتش هست نه به معنی اینکه نوز بالله ما روایت هایی داریم که رسول الله اشتباه گفته باشن یا درست باشه یا نباشه نه صحبت اون نیست سنت همش قابل اطاعت است و باید اطاعت بشه اما اینکه آیا واقعا آنچه که امروز بعضی جاها در بعضی از کتاب ها به اسم سنت مطرح میشه آیا واقعا این اصل ثابت شده که از رسول الله هست این کلام این فعل این شکل لباس پوشیدن و شمایل و اطرافیانشون آیا این ثابت شده یا نه هر کسی پیش خود یک چیزی نوشته گفته رسول الله فرمود این اینو بهش میگیم به حال بحث سندیت در سنت سنت رسول صلی الله علیه و سلم به نص این آیه 44 سوره مبارکه نحل برای فهم قرآن کریم نیاز است قرآن بدون سنت قرآن بدون سنت قابل قبول نیست ما در قرآن کریم امر به نماز داریم اما هیچ جای قرآن کریم در هیچ آیه از قرآن کریم شکل نماز خواندن طریقه نماز خواندن چند رکعت نماز خواندن ثابت نیست ما در قرآن کریم درباره زکات آیات فراوان داریم امر به زکات اما تفاصیل زکات مقدار زکات شکل پرداخت زکات برای ما در قرآن کریم به صورت واضح بیان نگشته بلکه در سنت رسول صلی سن الله علیه و سلم که مفسر قرآن هست بیان شده به همین طور در مواردی مثل حج و موارد دیگری فراوان در احکام دینی که ما اصلش را از قرآن ثابت میکنیم و مواردی که شرحش در سنت رسول صلی سن الله علیه و هست و یا آیات دیگری از موارد مختلفی که در قرآن کریم هست پس قرآن و سنت رسول صلی الله علیه و سلم در کنار هم اینها به ما کمک میکنه تا ما با تفکر و تدبر در قرآن کریم به حقیقت برسیم و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون تفکر در قرآن کریم تفکر در آیات کلام پاکش با استعانت از سنت بر منهج رسول الله صلی الله علیه و سلم عبادت است تفکر در قرآن عبادت این کتاب تلاوتش عبادت نگاه کردنش عبادت تفکر در آیاتش هم عبادت و بلکه هدف اصلی نزول قرآن کریم تفکر در آیاتش تفکری که مرحله اوله و ما رو این تفکر بأمال من السنة بأتباع من السنة لعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أيضا أمونان كسونيك مكر ميكونان هي لم يندشن هي لهاي بدي مكروا السيئات هي لهاي بدي ميكونان ان یخسف الله بهم الارض که فرو ببرد الله متعال آنها رو در زمین او یاتیهم العذاب یا یعنی اینکه بیاید بر آنها عذاب من حیث لا یشعرون از آن جهدی که اصلا اینها احساس و گمانش رو هم نمی الله متعال در این آیه بعد از اینکه حکمت نزول قرآن کریم و رسالت رسول صلی الله علیه و سلم رو برای ما بیان فرمود تهدید میکنه کسانی رو که به این کتاب و به رسالت رسول صلی الله علیه و سلم باورمند نیستن و ایمان ندارن و چه بسا که اصلا تمسخر میکنن خیلی ها در برابر قرآن کریم و دین و الله متعال آنچه که به برنامه زندگی انسان مطرح میشه جز تمسخر کار دیگه ای ندارن قرآن خوندن برای اونها یک کار بیهوده است و پایبندی به قرآن برای اونها کسر شعنه افت میدونن بد میدونن کلاسمون پایین میاد اگر ما بریم و خودمون رو شبیه بکنیم به رسول الله صلی الله علیه و سلم زشت ریش گذاشتن بده قیافه انسان خیلی کریه میشه با این تعبیر این یک نمونه است چادر میپوشی چادر سرد میکنی عقب مونده میشی چادر مال 1400 سال پیشه مال روستاهاست هاست مال فلان کشور و فلان کشوره الان دیگه دوره چادر و دوره پای بندی به دین و ریش و نماز و روزه و حج و عمره و قرآن خوندن و روزه گرفتن و این موارد تموم شده دیگه الان این چیزها افت کلاس داره کسر شعنه به کلاس آدم بر میخوره که اگر دختر خانمی که صاحب جماله آرایش غلیز نداشته باشه لباس های تنگ و چسبان نپوشه و بیاد نقاب بیاندازه یا چادر به سر بکنه مقنعه بدون آرایش باشه چادر پوشیده ای داشته باشه بین میگن عقب مونده اگر انسانی جوانی دوست دختر و دوست پسر نداشته باشه اگر از الله و پیغمبر در محفلی صحبت بشه اگر لبهاش خشکی زده در گرمای تابستان و میگه روزه هستم دور بریان میخندن بهش روزه ای قچ 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 میخندن بهش روسری سر کردی چرا؟ تو که خوشگلی، تو که قشنگی، عکس ازت از خودت بگیر تو صفحات اینترنتی بذار، برای خودت دوست پیدا بکن چرا دوست نداری؟ چرا تو شماره تلفن هات کسی برات اسمس نمیده، پیام نمیده؟ قربانت شوم و فدایت شوم اینا یه نمونه فقط این یک بعد بسیار کوچکی از این محتوای بزرگه اون کسانی که اون کسانی که پایبندی به دین اون کسانی که امتصال و اتباع از اوامر الهی اون کسانی که اصلا وجود الله تعالی در زندگیشون ایمان به الله متعال رو برای خودشون کسر شن میدونن بنده ای که از یک نطفه خلق شده به جایی رسیده که الان در برابر خالق خودش احساس میکنه که اگر اعتراف بکنه که خدایی هست و من خالقی داشتم این برای من کسر شعنه آیا این عده رو علیه متعال میفرمن نمیترسن که من اگر زیر پای اینها زمین من زمین الله تعالی دهن باز بکنه و اینها در این زمین فرو برن و دوباره این زمین دهن ببنده و این رو میگن خصف افا امن الذین مکر و سیعت ای یخسف الله بهم الارض؟ آیا اینها نمی ترسند آیا در امانند که وقتی راه میرن با این غرور و تکبر و با این احساس و با این باور و تفکر که اگر زمین زیر پای اینها یک بار دهن باز بکنه و اینها به زمین فرو برن و زمین قفل بشه و اینها در زمین در اعماق زمین دفن بشن آیا در امانند آیا در امان بنده ای که ذره ای نیست بنده ای که در این عالم با این عظمت ذره حساب نمیشه حالا انقدر متکبر و مغرور بشه که بخواد بیاد کلام الله متعال رو دین الله متعال رو اعتقاد و باور به وجود الله متعال رو به تمسخر بگیره کجاست این آدم به کجا داره میره این آدم آیا نمیترسه از این سرنوشت آیا نمیترسه از حکایتی که با قارون اتفاق افتاد فخسف نه بهی و به دره الارض الله متعال میفهمد قارون رو با اون همه ثروت و عظمتش و اتیناه من الکنوز ما این مفاتحه لتنوع بالعصبت اول انقدر به, قارون الله متعال می فرماید که من ثروت دادم که کلیدهای گنجهای قارون رو وقتی میخواستن از منطقه به منطقه دیگه حمل بکنن لشکری بسیار بزرگ لازم بود فقط برای حمل کلید گنجهای فرعون قارون قارون یکی از افراد قوم موسی علیه السلام این قارون کان من قوم موسی این انسان کدوم انسان روی زمین قصر و دران که کلید گاف صندوق هاش فقط کلید های گاف صندوق رو یک لشکر نیاز باشه تا فقط کلید های گاف صندوق رو حمل بکنه اون طلاهایی که در گاف صندوق ها و گنج ها ریخته بود به جای خودش فقط کلید هاشون الله متعال میفهمد اینو وقتی بهش گفتن که بیا احسان بکنه همون گوری که الله تعالی به تو احسان کرد سر بالا کرد انما اوتیتو علی علم عندي من اینا رو با هنر خودم به دست آوردم من 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 الله متعال ف فخسفنا به و به دره سرانجامش این شد این رو با تمام ثروتش در زمین فرو برد دفن شد خودش و سرمایش این حکایت انسانه همه ما انسان ها بلا استثنا یک روزی در داخل شکم خاک خواهیم رفت اما وای با حال کسانی که الله متعال به جای اینکه دیگران قبری براش بکنن با او رو خوشنام در قبر بگذارن خود الله متعال به زمین دستور بده تا دهن باز بکنه و در داخل زمین فرو بره ای رو به هلاکش بکنه اف امن الذين مكروا سيئات ان خصیف الله بهم الارض او ياتيهم العذاب من حیث لا يشعرون یا عذاب از یک طرفی بیاد در خیابون داره راه میره از آسمان یک چیزی بر فرق سرش فرو بیاد رعد و برقی میاد و کمرش رو میشکنه ماشینی از اون طرف میاد و این گوشت چرخ کرده از اون طرف میاد بیرون اینها عذاب الله تعالی است برای کسانی که ایمان ندارن برای کسانی که به الله تعالی باورمند نیستن آیا در امانی شما این تهدید الله تعالی است که مو به تن انسان سیخ میکنه به والله اگر به عمق این تهدید انسان داخل بشه و تفکر بکنه اف الذین مکروا سیئات ايا يخصف الله بهم الارض او يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون او يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين يا ان كان الله تعالى بغيره رو، در تقلبهم گشت و گزارشون، چپ و راست رفتنشون فما هم بمعجزين و اونها هرگز نمیتونن کاجز بکنن الله تعالی رو آیه

45 و 46 و 47 در سوره مبارکه نه آیا در امانن در سوره عراف آیا در امانن اهل سرزمین ها و قری ها که عذاب من شب هنگام وقتی خوابن بیاد سراغشون زلزله قبل از نماز صبح یک دفعه میاد شهر میخوابه همه در خوابن و سخت میاد بر روی اونها و قبرشون میشه خونه اونها کی در امانه کی زمانت میکنه که انسان وقتی در شب میخوابه در اتاقش همون اتاق خوابش قبرش نشه شب کی میتونه زمانت بکنه؟ کدوم انسان؟ هرگز هیچ کسی نمیتونه پیش بینی بکنه حتی وقوع زلزله رو. یا اینکه در امانن وقتی که شب در روز مشغول گشت و گذارن که الله متعال عذابش رو بفرسته بر اونها. هرگز آیا از گرفت الله متعال در امانید؟ اف امین و مکر الله آیا از گرفت الله متعال انسان میتونه خودش رو در امان بدونه؟ کلا و هایش. او یا خود هم علیه تخوف یعنی که در مطال اونها رو با ترس و لفظ تخوف دو تا داره یکیش خوفه ترسه عذاب داره میاد طوفان شدیدی اومده و میبینن که این طوفان داره میاد آب دریا بلند میشه موج زلزله‌ای در اعماق دریا اتفاق میفته و ما دیدیم اینو با چشم سر سالهای پیش و میلیون ها تن آب با سرعتی سرسام از ساحل حرکت میکنه میاد از دریا به سمت ساحل و به ناگاه یک دفعه مردم در کنار ساحل در خونه های خودشون در هتل های خودشون در اوج لذت و شهوت های خودشون غافلگیر میشن و داره میاد فقط نگاه میکنن و گریه میکنن هیچ کاری هم دیگه نمیتونن بکنن از همه طرف با آب محاصره شدن و ارتفاع آب هی داره میاد و بالا و بالا و بالا و غرق میکنه هر کسی رو که اونجاست این ترس یکی از معنای تخوف اینه انسان داره میبینه که عذاب داره میاد به هیچ کاریم نمیتونه بکنه به هیچ کاریم دستش بر نمیاد و محاصره شده در عذاب یا تخوف به معنای تنقص کم شدن یکی یکی دارن میمیرن یک مصیبتی میاد یک بلایی میاد اطرافیان یکی یکی دارن کم میشن مال و نعمت کم میشه سلامتی داره کاهش پیدا میکن روز بروز مریضتر و مریضتر میشه دکترها جوابش میکنن دیگه نمیتونن نجات پیدا بکنن هر روز داره میبینه همینجوری هر روز داره میره پایینتر و تر یا خشکسالی و سالی میاد مناطق رو الله اینطوری و ماخذه میکنه هیچ راه نجاتی هم ندارن اینها نمونه هایی فقط الله متعال ذکر آیا در امانن او خود هم اینکه الان عذاب الله مطال چرا نمیاد این به خاطر هنر ما نیست این به خاطر فضل الله تعالی است و لطف الله تعالی است فان ربکم لراؤوف الرحیم او یاخذهم علی تخوف فان ربکم لراؤوف الرحیم اینکه شما رو بگیره با ترس و لرز و کم کردن مال و نعمت در امان نیستید اما مسئله اینه که فعین ربکم لرا اوفر پروردگار شما بسیار به شما رعفت داره مهربانه و رحم داره رعوف و رحیم رعوف از رعفت میاد به معنی مهربانی و رحیم از رحمت میاد و رحم اینه که الله مطالعه یکی از اسماش الرعوف است و اسم دیگرش الرحیم الله مطال صفت رحمت داره یکی از صفاتش رحمت و یکی از صفاتش رعفت برای شما مهربانه اینه که علایم شما رو معاخذه نمی کنه. این به این معنی نیست که شما انسانهای خوبی است کار شما کار خوبیه مورد تعییده اینه که عظمت الله تعالی رعفت الله تعالی رحمت الله تعالی تقاضا نمی کنه که شما رو اینگونه گونه حلاک بکنه پس مغرور نشید پس معذب باشید اگر بگیره میگیره المنتقم هم هست جبار متکبر هم هست و اگر بخواد بگیره الله تعالی میگیره اگر گرفت اون موقع دیگه هیچ راهی وجود نداره به جای این تمرد به جای این غرور یک کمی دور براتون نگاه کنید یک کمی بیاندیشید تفکر کنید به مخلوقات دور براتون اولا میاره اولا میاره الى ما خلق الله من شيء آیا نگاه نمیاندازن این انسان ها این کسانی که این گونه رفتار میکنن به سوی آنچه که خلق کرده از هر چیز اولم یرو الی خلق الله من شیء یتفیئ ظلاله عن الیمین و الشمائل سجدا لله و هم داخرون آیا اینها نگاه نمی به سوی آنچه که الله خلق کرده که یتفیئ منتقل می شود ظلاله بسوی هر چیزی که منتقل میشه سایهش ان و الشمائل از راست و چپ از سمت راست و چپ سجدا لله و هم داخلون سجده کنان برای الله متعال در حالی که بسیار ذلیل شده و افتاده است روی زمین الله متعال اشاره میکنه به ما و به ما امر میکنه تا نگاهی بیاندازیم به مخلوقاتی که دوره بر ما هستن که الله متعال چطور اینها رو خلق کرده اشاره به سایه اینها وقتی که آفتاب طلوع میکنه سایه به اون طرف هست وقتی که به وسط میرسه خورشید و باز به سمت مغرب نزدیک میشه و غروبش سایه به این طرف میاد از راست به چپ و از چپ به راست منتقل میشه سایه ها کوهی با اون عظمت که اگر بخوایم وزنش بکنیم شاید وزن چند صد هزار نفر یا چند میلیون نفر ما وزنش هست الله مطال خلقش کرده یک موجود بسیار عظیم سلسله کوه هاست که ما در برابر اونایی چی نیست آرام به تعبیر الله متعال سجد لله و هم داخلون انگار که اینها با این سایه خودشون دارن سجده میکنن برای الله متعال با ذلت و خاری تسلیم شدن در برابر قدرت و عظمتش آیا شما نمیبینید بینید این مخلوقات الله تعالی رو که چطور الله متعال اینها رو خلق کرده این مخلوقاتی که شما خیلی عظیمتر و بزرگتر و سنگینتر و ارتفاعشون بیشتره و اینها آرام یک کوهی معلوم نیست چند میلیون ساله که همینطور نشسته آرام و بی حرکت و تسلیم الله تعالی است برای چرا چار سوری ما را که اسرا مطال می فرمد تو سبحو له السماوات و سبعو و و من فیهن. به تسبیح الله مطال مشغولن تمام آسمان های هفتگانه و زمین و هر آن چیزی که در آسمان های هفتگانه و زمین است و این من شیء، الا یسبح بحمده لا تفقهون تسبیحهم. هیچ چیزی در عالم نیست مگر اینکه به تسبیح الله مطال مشغول است به ستایش الله مطال به اعتراف به وجود الله مطال به ربوبیت الله مطال ولکن لا تفقهون تسبیحهم. اما شما درک نمی کنید احساس نمی کنید چگونه یه تسبیح اونها رو هر چه در آسمان و زمین است ذره ذره عالم معتقد و معترف به وجود الله تعالی است تمام نظمی که در عالم وجود داره همش قدرت الله تعالی است و الله متعال میفهمد همشون برای الله متعال سجده میکنن ولله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض من دابه والله الله متعال سجده میکنن و برای الله متعال و لله و برای الله متعال یسجد و سجده میکنن آنچه که در آسمان هاست و آنچه که در زمین است من دبتن هر جن بنده دابه یعنی جنبنده هر جن در آسمان و زمین برای الله متعال سجده میکنه و الملائکه و تمام ملائکه و فرشتگان الله متعال و هم و آنها لا یستکبرون این ملایکه هیچ استکبار نمی کنن. تکبر نمی برزن. از اینکه بنده الله مطال باشن برخی به خاطر اینکه الله مطال به اونها زیبایی داده جمال داده هنر و کمال داده این متاسفانه به جای اینکه شکر الله مطال رو به جای بیارن این وسیله ای شده برای تمرد اونها و این سببی شده که اونها رو شیطان به این وسیله فریب میده اگر شما هر چقدر زیبا باشین ملائکه از شما زیباتر است اگر شما هر چقدر هنر داشته باشیم ملائکه از شما هنرمندترن هر چقدر که ما قدرت داشته باشیم قدرت ملائکه از ما بیشتره اونها مخلوقاتی هستند که الان در آسمانها با فضل الله متعال و رحمت الله متعال جز مقربین درگاه الله متعال ها. هیچ گناهی انجام نمیدن هیچ تمردی انجام نمیدن اونها در همه چیز از ما بهترن اونها فعلا در همه چیز از ما بهترن و اونها رو الله متعال میفهمد هرگز تکبر نمیکنن چون میدونن که فقط الله که متکبره المتکبر فقط اسم الله تعالی و تکبر صفتی است که فقط برای یک نفر شایسته است و اون الله تعالی است و اسم المتکبر هم در قرآن کریم فقط یک بار به کار رفته برای الله متعال گویی که الله متعال میخواد برای ما ثابت بکنه که فقط یک متکبر در عالم وجود داره خودش الله تعالی است تکبر فقط برای یک ذات اون الله تعالی است. و تکبر استکبار برای غیر الله متعال مضمون هیچ کسی نباید خودش رو بالاتر از این ببینه که تابع اوامر الله متعال باشه و دستورات الله متعال و دین الله متعال و تسلیم نشه حتی ملائکه الله متعال میفهمد و وهم لا یستکبرون اونها استکبار نمی یا خافون ربهم من فوقهم و يفعلون ما یؤمرون اونها می ترسن. از پروردگاری که از پروردگارشون همون زادی که بالای اونهاست فوق اون هست الله متعال که فوق ملائکه خود است و یفعلون ما یؤمرون و انجام میدهن آنچه که به اونها امر میشه ملائکه از شما انسان ها در خلقت ملائکه در خلقت از ما بهترن ملائکه از نور خلق شدن و ما از گل و خاک ملائکه یفعلون ما یؤمرون و یفعلون ما یؤمرون اونها انجام میدن آنچه که به امر میشه ملائکه معصومند ملائکه معصومن و وضعیت الان ملائکه از ما بهتره اونها در آسمانها مشغول به عبادت الله متعال و از هر عیب و نقصی پاکند اینها الله متعال اینها رو خلق کرده برای عبادت خودش اینها رو الله متعال میفهمن با تمام صفات کمالی که دارن این صفات زیبایی که دارن به نسبت انسان همه چیشون از ما بهتر استفادهشون اینها الان هیچ وقت تکبر نمی کنن. همیشه الله مطال عبادت می کنن. شایسته نیست برای انسان که با وجود ضعفش و خلق انسان و ضعیف انسان ضعیف و پریده شده با وجود تمام مشکلاتی که در وجود انسان حاصل میشه باز تکبر بکنه و خود رو بالاتر از این بدونه که الله مطار رو قبول نکنه گروهی از انسان ها قبول کردند الله متعال رو اما آمدن برای الله متعال شریکانی گذاشتن بعضی ها فکر میکنن که عبادت میکنن اما به بیراهه دارن میرن بعضی ها فکر میکنن که الله رو میپرستن اما موحد نیستن اینها فکر میکنن که چون اعتراف به وجود الله متعال دارن پس همین کافیه دیگه حالا چند نفر دیگه هم اگر در کنارش بودن اشکالی نداره مثل یهود و مثل نسرانیت مسیحیان که گفتن خدا ستاست هر ستا باز یکی هستن ایسا هم خداست و روح القدس هم خداست و الله تعالی هم هست خدای پدر و پسر و روح القدس برخی گفتن دو تا خداست یک خدای خیر و یک خدای شر آنچه که در تاریخ ایران معروف به اسم اهورامزدا به عنوان خدای خیر و خدای شر به عنوان اهریمن دو خدایی بعضی از ملت ها مخصوصا تاریخ ایران زمین تاریخ سرزمین فارس قبل اسلام معتقد به این بودند خدای خیر و خدای شر الله متعال میفهمد به چه جرأتی شما دو تا خدا رو میپرستید دو تا خدا قائل شدید این کار رو نکنید این همه دلایل از ابتدای سوره تا اینجا که ذکر میشد همه بر وحدانیت الله متعال دلالت میکنه که فقط یک خداست لو کان فیهما الهه الا الله لفسدتا اگر دو تا خدا می بود به هم میریخت اختیار عالم اگر دو تا خدا می بود خدای داشت بنده های کل اله به خلق و لا علی بعضهم علی بعض على موقع هر خدایی با مخلوقاتش و خدای دیگه با مخلوقاتش درگیر می با بالاخره به حال این کائنات این دوتا این محدوده ای حکمرانی این دوتا با هم تداخلی داشت یک مرزهای بین اینها بود یک درگیری های ایجاد میشد مثل دو تا جمهور مثل دو تا پادشاه در یک کشور امکان نداره موفق نیستن نمیتونن در یک سرزمین دو تا پادشاه آخرش میشه درگیری آخرش میشه دربدری آخرش میشه شکست ادای متعال بود و قال الله لا تتخذوا الهین اثنین و فرموده الله متعال الله میفرماید تنها یک خدا رو بپرستید لا تتخذوا الهین اثنین بر نگیرید خدایان دوگانه رو انما هو اله واحد همان الله فقط یکیست یک خدا شایسته عبادت است انما هو همان الله متعال تنها خدای واحد است فا ایای فرحبون فرحبون فقط پس از من الله با عظمت بترسید و له ما فی السماوات و الارض و از آن الله متعال است هر آنچه که در آسمان ها و زمین است و له الدین واصبا و برای اوست دین برای اوست اطاعت و برای اوست جزا و ثواب روز آخرت دین به این سه معنا استفاده میشه و له الدین واصبه دین اطاعت و حساب و کتاب روز قیامت فقط از آن الله متعال است واصبا خاص الله تعالی است اجبارا الله تعالی است خالصانه برای الله تعالی است واجب است که برای الله تعالی باشه اف غیر الله تتقون آیا غیر از الله متعال رو شما از غیر الله متعال پرهیزکاری میکنید و می ترسید از غیر الله متعال و ما بکن من نعمت فمن الله هر آنچه که از نعمت نزد شماست از الله تعالی است ثم اذا مسکم الضر فإليه تجعرون اما شما چه کار میکنید شما وقتی که به شما مصیبتی میرسه و سختی فإليه تجعرون پس به سوی الله متعال فریاد برمیارید و ما بکن من نعمة فمین الله هر آن نعمتی که الله متعال هر آن نعمتی که نزد شماست از الله متعال است از سلامتی از هوش و ذکاوت از زیبایی و جمال از مال و ثروت از عزت و آبرو از خانه و خانواده از امنیت و آرامش از هر آن چیزی که در زندگی شما وجود داره همش مال الله تعالی است و ما بکن من نعمة فمین الله هر نعمتی که دارید از آن الله تعالی است وقتی که ولی نعمت الله تعالی است شایسته است که انسان شکرگزار نعمت الله تعالی باشد با اطاعت از الله تعالی و تق الله لعلکم تشکرون تقوای الله تعالی را پیشه کنید باشد که شکرگزاری کرده باشید الله تعالی را شکر از الله تعالی با تقوای الله تعالی است تقوا یعنی پرهیزکاری یعنی پرهیز از اونچه که نه کرده الله متعال و انجام آنچه که امر کرده این تقوا است این معنای مختصر تقوی الله مطال می فهمد وقتی همه چیز شما مال منه و من به شما دادم آیا شایسته نیست که من رو در نعمت هایی که به شما دادم شکر بکنید اما شما چیکار میکنید به جای اینکه شکر گذار باشید در نعمت ها وقتی نعمت هست عروسی ساز و دهول و رقص و شراب و پایکوبی و لباس های آنچنانیست این جشن میگیریم آقا عروسی یک شب هزار شب که نیست دیگه عروسی خودش یک نعمته تمام آنچه که در عروسی اتفاق میفته از نعمت ها مال الله تعالی است که به ما داده و در اختیار ما گذاشته و امانت الله تعالی است ما با این امانت چیکار میکنیم شراب میاریم سر محفلمون رقص و پایکوبی میکنیم فسق و فجور انجام میدیم ما در آنچه که الله تعالی از سلامتی ما داده به جای اینکه عبادتش رو به انجام بیاریم در معصیت و گناه استفاده میکنیم الله متعال به ما مال میده به جای اینکه مال رو در راهش استفاده بکنیم در راه گناه در راه معصیت در راه تجارت‌های های ناجایز تفریحات ناجایز همه این موارد رو ما استفاده میکنیم الله متعال میفهمد به جای اینکه شکرگزاری کنید در نعمت وقتی نعمت دارید بیاد الله متعال باشید وقت ثروت دارید بیا در لایه مطال باشید در خوشیاتون در شادیهاتون، در لذت هاتون رعایت کنید تقوای الهی رو رعایت کنید حرام و حلال رو رعایت بکنید حق الله متعال رو شما این کار نمی کنید. در نعمت و خوشی بیا در متعال نیستید وقتی که کار شما گیر میکنه بچه شما در بیمارستان دکتر جوابش کرده میگن میمیره خلاص شد پدر و مادر و خواهر و برادر و همسر و فرزند هیچ امیدی بهش نیست وقتی که در مصیبت ها گیر میکنید دیگه میدونید که هیچ کسی نمیتونه به داد شما برسه فقط اون موقع بیاد علی تعالی ثم اذا مسکم الضر فالیه تجرون حتی در مصیبت بسیار کوچکی یک مشکل بسیار کوچکی پیش میاد تجعرون تجعرون صدایی که بالا میکشه انسان غالبا این تعبیر برای حیوان استفاده میشه فریاد حیوان چرا اون انسانی که قدر الله متعال رو ندونه اولای که کل انعامی بلهم الله اونها به مانند حیوانن از حیوان ها پسترن این شایسته نیست که انسان در نعمت به غیر الله متعال و دشمن الله متعال رو بیاد بیاره و دشمنی بکنه به الله تعالی وقتی که با مشکلات خورد اون موقع فعلیه تجعرون اون موقع دیگه دست برند میکنید اون موقع دیگه سینه چاک میکنید اون موقع دیگه فریاد میارید اون موقع دیگه میرید گریه میکنید و عشق میریزید اما باز هم کاش انسان وقتی که به مصیبت و مشکلات میرسه با همون حس و حالی که داره در با جاهایی که واقعا ناامید میشه از غیر الله تعالی کاش باقی میموند این احساس کاش انسان ادامه میداد کاش اون رابطه و اخلاصی که در دعا پیدا میکنه در اون شرایط سخت رو حداقل نصفش رو بعدش میداشت اما این گونه نیست ثم اذا کشف الضر عنكم اذا منکم منكم بربهم مشركون با این وجود در همون سختی ها وقتی که فریاد میکنید کمکتون کنه ثم سپس اذا کشف الضر عنكم وقتی که از شما دفع کرد اون مصیبت رو اذا فریق منكم اون موقع باز گروهی از شما به رب به کن باز میاد چیکار میکنید گروهی از شما برای پروردگارشون کلا مشرک میشن به مشکل میخورید دست بلند میکنید دعا میکنید الله متعال رو میخواهید کشتی در امواج داره غرق میشه پشت در بیمارستان مریضی قطع امید شده ازش در هر سختی و مشکلاتی بار مشکلات و سختی ها کمر شما رو به حدی خم کرده که به سجده میفتید آخر به گریه میفتید. از الله ما تا کمکتون کنید این کارو میکنن گرچه بدی کردید گرچه یک اون بد بودید اما شما بعد از اون باز چیکار میکنید شرک میارید باز میگید که خب فلانی به داد من رسید فلان امام فلان پیامبر فلان ولی فلان پیر فلان امامزاده و آقازاده بود که کمک کرد به من مشکل شما رو الله متعال حل میکنه اما شما میرید میگید فلانی حل کرد مشرک میشید شرک میرید به الله متعال الله متعال گله میکنه از این بنده ها بنده هایی که در نعمت هر آنچه که از نعمت مال الله تعالی است بعد میرن به سراغ غیر الله متعال و احساس میکنن که درهای نعمت پیش این و اون و این و اون هست مشکلات رو این حل میکنه این باب الهوائج هست بغیر از این از کسی دیگری تربیدن ننگ است چون فلان ولی است چون فلان نبی است چون فلان امام است لیک فرو بما اتیناهم فتمتعوا فسوف تعلمون نتیجه میشه این لام اینجا لام تعلیل نیست اینجا لام نتیجه و غایه است لیک نتیجه این میشه که کافر میشید به کافر میشوند به ما به آنچه که من الله به تعالی به آنها دادم کفران نعمت میکنن فتمت اون باش پس بهره بشید زندگیتون رو بکنید لذتتون رو ببرید و فتعلمون به زودی خواهید دانست که حکایت چیست فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هر کی میخواد ایمان بیاره هر کس هم میخواد ایمان نیاره هر کی میخواد این کلام الله متعال رو گوش بکنه گوش بکنه هر کم نمیخواد گوش نکنه فسو تعلمون باش میبینید پس تعلمون به زودی خودتون درک میکنید حقیقت رو میفهمید که کایت چیست اینم تهدید خطرناک است این تهدید خیلی تهدید خطرناکه وقتی سرباز یک نگهبان یک پادشاهی حتی یک اسکورت یک پادشاه انسان رو تهدید کنه میگه باشه باز میبینیم نشونت میدم باز نشونت میدم همین فسوف تعلمون یعنی همین معنی ساده ترش یعنی همین میفهمی خب باشه آخر نتیجه شو میبینی تن انسان میدرزه فلانی منو تهدید کرد این تهدید الله تعالی خیلی خطرناک تر از اون به تعلمون بزودی میفهمید برای من الله متعال شرک میارید بزودی میفهمید فسوف تعلمون نعمت ولی نعمت الله تعالی است میرید پیش غیر الله متعال اطاعت نمی کنید دستورات الله متعال خود رو, رو خودتون ضرر میکنید نتیجه رو خودتون بزودی خواهید فهمید اجازه بدید به همراه شما عزیزان تلاوت این آیات رو گوش بکنیم برمیگردیم ان در خدمت شما بود با

اسعدوا يا اوفياء رتلوه في قيام الليل دوما بالصفا واجعلوه ديدن القلب ومفتاح الوفا بالقرآن نحيا بعد سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و سروران تلاوت این آیات رو با صدای ماندگار استاد محمد صدیق منشاوی رحمت الله علیه شنیدیم امیدواریم که الله مطالع از این عزیز و همه خادمان و قرآن و کریم تمام تلاش های اونها رو به بهترین وجه ممکن قبول بفرماید و از ما و شما و همه امت اسلامی و اینکه قرآن رو در دنیا در قبل در صحرای محشر پار سرات و در بهشت قرین و یاور و همراه و شفیع ما بگردانت آمین در ادامه الله متعال باز هم اشاره میفرماید به برخی از شرکهای های مشرکینی که در برابر الله متعال به گستاخی و بی ادبی پرداختن بزرگترین گناه شرک است ان شرک لا ظلم عظیم بزرگترین ظلم عظیمترین ترین ظلم شرک است که هرگز الله متعال بدون توبه اگر شخصی از دنیا بدون توبه از شرک خارج شد ان الله لا یغفر ان به هرگز در روز قیامت بخشیده نخواهد شد در آیه پنج و ششم الله متعال می فهمد بالله من الشیطان الرجیم و یجعلون لما لا یعلمون نصیبا مما رزقناهم از جمله گناهان از شرکهایی که نه انجام میدادند این بود که هر روز همه در دنیا هستند مبتلا به این درد که قرار میدهند لما لا یعلمون برای اون کسانی که هیچ نمیدانند هیچ خبری ندارند از حال اینها بیخبرند نصیبا مما رزقنهم یک بهره از آنچه که من روزی اینها گرداندم هنوزم هستند کسانی که در دنیا برای غیر الله متعال از رزق و روزی که الله متعال در اختیار بنده قرار داده نصیبی بهره قرار میدن این نظر فلانی است گوسفندی شطوری مالی آبی حلوایی شکلاتی چایی پولی باقی هر چی میخواد باشه من برای زخنا هر چی کلای روزی انسان کرد برای غیر الله متعال قرار میدن به این امید که اونها این هدف از این کار چی بود الان کسانی که نظم میکنن برای غیر الله تعالی هدفشون چیه هدف اینه که به این باورن که فلانی صاحب اختیار در عالم و میتونه کمک میکنه صدای ما رو میشنوه به داد ما میرسه در خوشبینانه ترین حالت میگن ها اولای شفعا اونا این اولیای زلاله مطال از دنیا رفتن اینها بر این باورن که اونها میان روح اونها میره رو پیش الله تعالی شفاعت ما رو میکنه و این اصل شرک مشرک مکه است اصلا ابو جهل شرکش همین بود ابو لحب هم شرکش همین بود استناد آیه سه سوره مالک زمر و 18 سوره مبارکه کلیم مطمئن می‌فهمد اونها می‌گفتن و عبودون من دون و لا یضر و لا ينفعهم در آیه سوره یونس به غیر از علم میکردن، عبادت می کردن در اون چیزی که نظری به اونها داشت نه نفع اونها داشت نمی‌تونستان جلب منفعتی بکنن برای آنها و میتونن و نمی‌توانستان دفع مضرتی داشته باشن اینا رو عبادت می‌کردن خب عبادت ما عبادت جانی داریم مالی داریم نظر عبادت صدقه دادن عبادت مگه نیست مگه زکات عبادت نیست نظر کردن عبادته نزنی من این پول رو برای تقربه به فلانی پیش میکنم میدم به یتیم و مساکین بینیت نیت این عبادت دیگه اینم عبادت دیگه دی خب این کارو میکنن هنوز هم هست که برای غیر الله متعال نظر و نیاز میکنن بینیت که اون کسی که براش نظر و نیاز شده اون اولیا اون ولی اون نبی اون آقازاده پیرزاده بعضی حالا فراتر میرن و میرن یک مجسمه درست کردن برای خودشون یک بوتی درست کردن یک گاوی رو گاو پرست گاوی رو میارن براش قربانی میکنن یا برای گاوی غذا میذارن یا یه یک مجسمه درست کردن از بودا و عبا و و, و. حالا خوشبینانه ترین حالتش کسایی است که اولیای علیه رو مثل ود و سوا و یعقوب و یعوق و نصر و ابراهیم علیه السلام هم مجسمه اش در خانه کم بود و مشرکین مکه میرفتن جلوش و به این نیت که روح ابراهیم علیه السلام میاد صدای علیه و صدای ما رو میشنه میشه پیش الله تعالی شفاعت ما رو میکنه و یقولون ها اولای شفاعه اونا این دالله در تکمیل یا ایجده سوری مارک یونس این ها میرن شفاعت ما رو پیش الله تعالی میکنن الله مطال همین رو شرک نامید چرا؟ چون که اون کسی که در قبر هست و نمیتونه بشه و هم دعای اهم غافلون و از دعای کسانی که اونها رو اجابت دعا میکنن غافل هستند در آیه پنج سوره مارک احقاف. و یا اینکه ولو سمی او مستجاب لكم ولو اینکه بشنون هم مستجاب لكم در آیه شماره شماره 15 سوره مبارکه 14 و 15 سوره مبارکه فاطر ولو اینکه بشنون هم نمیتونن به شما کمکی بکنند اینها به این اعتقادن که این ده سمیع مطلقن بصیر مطلقن صدای ما رو همه جا میشنون و همه جا از حال ما خبر دارن و همیشه بر اعمال ما احاطه دارن و همه جا حاضرن اعتقاد به این صفات وجود این صفات در وجود اولیای الهی انبیا آقازاده ها زاده ها این اعتقاد شرکه این اعتقاد شرکه این که کسی فکر میکنه فلان پیامبر فلان امام حاضر و ناظر در همه جا عالم به غیبه همیشه میشنبه از حال ما خبر داره چون این اعتقاد این صفات خاص الله تعالی است و اعتقاد و نسبت دادن این صفات خاص به غیر الله تعالی شرکه این رو ما شرک میگیم این شرک است الان یک ادهی برای الله تعالی میان چیکار میکنن به غیر الله تعالی نصیب هم امار از اقناه تبیر قرآنی و یه جعلون علیم علای علمون برای اون کسانی که حال اینا از حال اینا اصلا خبر ندارن چی قرار میدن؟ نصیب هم امار از این نظر فلانی است، این نظر فلانی هست بخور بیاد فلانی و بنوش بیاد فلانی و این همهش در این داخل اما ادامهش الله متعال با یک تعبیر بسیار سخت ت اللهی لتسالون عم كنتم تعملون به الله قسم کلام الله تعالی نیاز به قسم نداره اما وقتی قسم میاد یعنی بسیار مسئله جدیه تالله قسم به الله تعالی لا بازم تاکید تسالون اون نون مشدد باز دو تا تاکید داره چهار تا تاکید اینجاست قسم هست نام تاکید است نون تاکید ثقیل است نون تاکید ثقیل دو تا تاکید حساب میشه الان قسم به الله تعالی قطعا حتما یقینا لتوس انو کنتم تفترون از این چیزهایی که شما افتراب بستید به الله تعالی از این دروغهایی که نسبت میدید به الله تعالی از این مقامهای های خود که شما به وجود آوردید سوال میشید روز قیامت قطعا یقینا حتما به والله الله متعال قسم میخوره که روز قیامت من از همه شما میپرسم به چه حقی رفتی پیش فلانی گفتی یا فلان مدد به چه حقی رفتی گفتی این نزد فلانی است به چه حقی رفتی سر قبر فلانی و یا سر قبرش هم نرفتی زمتم نداده ندادی به خود نشستی یا فلان مدد که به این نیت کن میشه و صدای تو رو و حاضر و ناظر هست و میره پیش الله تلاش شفاعت تو میکنه یک روز از این سوال میشید این کلام الله تعالی است این کلام من نیست این کلام فلانی وهابی و فلانی نمیدونم سلفی و فلانی منحرف و فلانی و فلانی نیست این کلام الله تعالی است این قرآن کریمه این دستور العمل زندگی ماست این اعتقاده این باور این اصله این اون کتابی که اومده ما رو به رستگاری برسون تالله لَتُسْأَلُونَ تسالون كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ تعملون و لَا لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم الله متعال میفهمد برای غیر الله تعالی از اون چه که من رزقشون کردم یک نصیبی قرار دادن به الله قسم حتما قطعا یقینا هیچ شکی در این نیست که از این سوال میشه سوال میشید یعنی مسیر بیراهی دارید میرید و جواب بدید چرا این کار رو کردید به چه حقی به چه حقی این کار رو کردید این از اون دسته ای که بر این باورن که الله متعال کسانی هستن به هر شفاعت میکنن میرن میان و پارتی بازی دیگه بین الله تعالی و بندگانش انگار الله تعالی نعوذ بالله نیاز به وزیر داره و نیاز به درگاه داره مقایسه میکنن خب شما پیش یک پادشاه بخواید بری بعد منشیشو ببینی بعد وزیرشو ببینی من روسیه بدبخ چه روی دارم پنن پیش الله تعالی اگر مهربانتر از الله تعالی کسی هست به این باورید خب کافر این کلش کفر مطلقه اگر الله تعالی من روسیه رو قبول نکنه آیا ارحم الراحمین الله تعالی است یا غیر الله تعالی مهربانتر از الله کسی دیگری هست که باز منو قبول کنه وقتی در همون راهیم من قبول نکنه آیا فلان امام و فلان پیغمبر قبول میکنه و منو بکنه اگر کسی این اعتقاد داره پس بر این باور که غیر الله تعالی از الله تعالی مهربان تره چون پیش الله تعالی نرفت که قبولم نمیکنه به چرا قبول نمیکنه به چه جرمی چیکار کردی که قبول نمیکنه خب وقتی الله قبول نکنه بقیه قبول میکنن یا این کلا ایتالا نمیشنمه یا این کلا ایتالا از حالت خبر نداره نوزو بالله مثل پادشاه سر شروق بعد وزیر بشه اطلاع بده همه اینها قیاس الله ایتالا با بنده هر کدومش یک شرک برای خودش لیست کم مثل مشکل اصلی مشرکین همینه قیاس الله تعالی با بندش در حالی که الله تعالی فرمود ولم یکون له کفوان لیست کم مثل هیشه انا و اذا سعال که بعدی انی فا انی قریب هر کسی که از من پرسیدی پیغمبر من بگو من نزدیکم اصلا بگو هم ندارم من نزدیکم الله مطال دعای هر کسی رو که هر جا دعا بکنه میشنه و مهبانترینه و نیاز به هیچ کسی هم نداره این از این گروه یک دی دیگه آمدن کار کردن گفتن که پرشتگان ملائکه الله متعال اینها دختران الله تعالی هستن یه دی هستن این اعتقاد رو دارن و مخصوصا سابعین سابعی کنون جدی از سابعین هنوز هم در عراق زندگی میکنن و ملائکه رو حالا اون کسانی که به ستاره پرستان هم معروفن برخی از اونها برای باورن که ملائکه در هر ستاره یک ملکی هست و این ملائکه چون الله مطال برای اداره امور خودش و ایرانی درست کرده و پس ایرانی خلق کرده که دختران او هستند و این ملائکه رو نام میبرن اینها رو تقدیس میکنن و اینها رو میپرستن در زمان قرآن کریم نزول قرآن کریم و رسول صلی الله علیه و سلم یک عده این اعتقاد رو داشتن یک عده این اعتقاد رو داشتن الله متعال میفهمد و یه جانون لله البنات اینها قرار میدن برای الله مطال دخترانه سبحانه پاک منزه هست الله مطال از اینکه دختری داشته باشه ولهم ما یشتهون برای الله متعال دختر قرار میدن در حالی که خودشون برای خودشون اون چیزی که دوست دارن رو قرار میدن اینها خودشون دختر داشتن و برای خودشون عیب میدونستن اما برای الله تعالی حاضر بودن که اینو قبول کنن برای خودشون عیب میدونستن اما برای الله متعال این رو قبول داشتن چطور عیب میدونستن و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم وقتی که به یکی از اینها بشارت داده میشد وقتی بشارت داده میشد یکی از اینها بل با یک دختر طفل دختری که بچه که فرزندی که به دنیا اومد دختر هست والا وجهه میگشت صورتش مسودن سیاه از سواد میاد صورتش سیاه میشد و هو کظیم و در حالی که بسیار خشمگین بود یتوارا من القوم پنهان میشد از قوم متواری میشد یتوارا یعنی پنهان شدن را من القوم از قوم خودش فراری میشد پنهان میشد چرا من سوء ما بشر به از شومی و بدی آنچه که بشارت داده شده به او وقتی به کسی میگفتن دختر به دنیا اومد صورتش سیاه میشد خشمگین میشد فرار میکرد قوم مخفی میشد که قوم دیگه نبینه این رو ایمسکوه علی که این رو نگه دارد امساک نگه داشتن ایمسکوه علی آیا این رو با اهانت و خفت و خاری نگه دارد ام یا دو فی تراب یا این که او رو زنده به گور بکنه در خواب یا دو یعنی زنده به گور کردن علا اما یحکمون یا دو یعنی مخفی کردن در گور کردن در خاک. که آیا این رو با ذلت و خاری نگه دارد یا این که در قبر در خاک اون رو زنده بگور کنه الا اما یحکمون آگاه باشید که چه بد حکمی میکنن اینها چیزی رو که برای خودشون نمیپسندیدن به خودشون کسی بشارت میداد که دختردار شدی فرار میشد فراری میکشد از قوم مخفی میشد عصبانی میشد از شدت خشم صورتش سیاه میشد که چرا دختر داده شده بود بعد الان اینها کسانی که این رو برای خود نمیپسندن برای الله متعال میگن که الله متعال ملائکه دختران الله تعالی هستن و یجعلون لله البنات ولهم ما یشتهون برای خودشون این حاضر نیستن قبول کنن برای الله تعالی نسبت میدن الا ساء ما یحکمون، چه بد حکمی که اینها دارن میکنن خیلی بده چه بد چیزی است حکمی که اینها میکنن در حق الله متعال للذین لا یؤمنون بالاخره مثل السوء کسانی که با اخرت ایمان ندارن مثالشون مثال بسیار بدی است ولی الله المثل الاعلى مثال الله تعالی پیوسته بالاترین و بهترین است و هو العزیز الحکیم الله تعالی عزیز است الله تعالی عزت داره و الله تعالی حکیم است الله تعالی با حکمت است اینها برای خودشون صفاتی که اینها دارن صفات بسیار پست و بدی است اما آنچه که الله متعال داره برای الله همیشه بهترین صفات در کمال مطلق و جمال مطلق خود هست اینها دختر رو بسیار اهانت می کردن. این از آداب جاهلیت هست از رسوم جاهلیت ایوم سکوه که زن رو نگه بدارن با خاری و ذلت زن در هر خانه ای که زلیل شد و به او احترام گذاشته نشد و زن در اون خانه نشانه ذلت و خاری بود و زن یک موجود حقیر شمرده شد اون فضا اون خانه یک خانه جاهلیست و افراد اون خانه جاهلن و نادانند. چون این صفت صفت نادان هاست دیدگاه نادان به زن این دیدگاهه هر دیدگاهی که در اون تحقیر زن هست در اون زن یک موجود زلیل و پسته و یک موجود حقیر شمرده میشه اون دیدگاه دیدگاه جاهلانه است اون مردی که همچین تصوری داره اون یک جاهله اون یک انسان نادانه چرا که این تصور تصور جاهلی است ایمسکو علی هون آیا زن اون دختر رو با ذلت و خاری نگه داره و هنوز متاسفانه در برخی از جوامع این جهالت وجود داره که وقتی گفته میشه که فنانی دختر دار شد اه چیف شد کاش پسر میومد و متاسفانه عجیبتر اینه که انسان وقتی مشاهده میکنه و میشنوه که خواهر بزرگواری خود مادر وقتی که فرزنددار میشه و الله تعالی بهش دختری میده و میشینه گریه میکنه که چرا پسر نشد این هم یک جهالت این خودش جهالت است این جهالته دختر و پسر بودن الله تعالی میفرماید و اذا بشره خود دختر به شهارت داده میشد وجود دختر بشارته اهده هم بالانسا. به بشارت به دختر بین پسر و دختر فرقی نیست مهم صلاح هست مهم تقواست. است مهم فرزند صالحه مادر مریم علیه السلام از الله مطال فرزندی خواست تا او رو وقف بکنه برای عبادتگاهش برای الله مطال الله تعالی به او دختری داد مریم و چه دختری؟ بچه بانوی بزرگواری که در تاریخ به مانند خودش ندید و الله مطال او رو مادر عیسی علیه السلام, و السلام قرار داد مهم فرزند دختر و پسر نیست مهم اینه که صالح باشن و از الله مطال بخوایم که فرزند صالح به ما عطا بکنه و اما اگر خدایی نکرده در خانه در فضای تصور نسبت به دختر نسبت به زن یک تصور تحقیرامیزه یک تصور پایینه این رو باید اصلاحش کرد این تصور یک تصور جاهلان است که انسان احساس بکنه که دختردار شدن یعنی ننگ یعنی آر یعنی بد بودن و عجیبتر اینه که در مراسم عروسی ببینیم بعض وقتها اصلا شاید در محفل عروسی خواهرش برادر شرکت نکنه یا در محفل عروسی دخترش پدر شرمش میاد بگه که دختر من عروس مراسم عروسیش هست و این رو بگذارن به حساب چی؟ به حساب اینکه ما غیرت داریم و اینها این همش جهالت است که در وجود ماها باقی است ناراحت نشیم از این تعابیر الله تعالی قرآن داره برای ما این چیزها رو خیلی واضح و آشکارا داره میگه این الله تعالی با کسی تعارف نداره و این حرف کلام الله تعالی و صحبت من هم نیست و غیرت اونی نیست که ما فکر میکنیم غیرت پایبندی به قرآن کریم است غیرت پیروی از کتاب الله و سنت رسول صلی الله علیه و سلم است و هیچ کدوم از ماها از الله و از پیامبرش غیورتر و غیرتیتر نیستیم به هر آن چیزی که مخالف با کتاب و سنت است مخالف با غیرت است و هر آن چیزی که کتاب و سنت برای ما معرفی میکنه در اوج غیرت و حکمت و درایت است اجازه بدید به همین قدر اکتفا بکنیم چون وقت ما بیشتر از حد عادی هم گذشت که چه چند آیه بیشتر هم بریم ان تکمیل آیات رو در برنامه بعدی خواهیم داشت از اینکه تا این لحظه برنامه خودتون رو مشاهده کردید تشکر و سپاسگزاری میکنم و از احمد جان عزیز و فرید جان و جاوید جان و محمد جان عزیز هم نهایت تشکر سپاس رو دارم کمیشه این ارتباط قرآنی بین ما و شما رو فراهم میکنن با میدیم که الله متعال قرآن رو در دنیا و آخرت قرین مونس هم و هم بره و هم و یاور ما قرار بده و تمام گذشتگان ما رو به فضل و رحمت و خودش مورد رحمت و مخشش قرار بده تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به رحمت آل میسپارم الله یارو نگه دارش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اسعدوا يا اوفياء رتلوه في قيام الليل دوما بالصفا واجعلوه ديدن القلب ومفتاح الوفاء بالقران نحيا بالقران نحيا بالقران نحيا بالقران نحيا, بالقرآن نحيا, بالقرآن نحيا